وقتی 5 سالم بود همه چیز رو رها کردیم و از ایران خارج شدیم. زمان جنگ ایران و عراق بود. پدرم اون زمان توی تیم پزشکی جنگ بود و خیلی کم دیدمش. هیچ فرصتی برای جمع کردن اسباب و وسایلمون نداشتیم. برای همون مجبور شدیم تعداد زیادی از عکسامونو رها کنیم و بریم و فکر میکنم همین انگیزه اولیه من برای شروع کارم به عنوان عکاس بود. از همون بچگی میخواستم که با عکاسی خاطرات جست گریخته زندگیم رو حفظ کنم. اینطوری خیالم راحت بود که سرگذشتم رو از دست نمیدم. ولی بعد برام تبدیل به یک وسواس فکری شد. هیچ وقت دست از عکاسی بر نداشتم. همیشه سبکای مختلف عکاسی رو کنار هم کار کردم. پورتره، مود، سبک زندگی. همیشه بهم میگن باید یه سبک عکاسی رو انتخاب کنی و پیش بگیری. ولی هیچ وقت دلم نخواست که این کارو بکنم. چون برای من دوستام و اطرافیانم مهمن. مثلا اگه دوستی داشته باشم که صاحب یه رستورانه و ازم بخواد که برای کتاب آشپزیش عکاسی کنم، اگه نوع غذا و فرهنگ و زیباشناسی کارش رو دوست داشته باشم، حتما براش عکاسی میکنم. برام مهم نیست که من عکاس خوراک و غذا نیستم. با کمال میل تجربهش میکنم. عکاسی پورتره اما خیلی متفاوته، خیلی بی درد سره. اگه قرار باشه برای نیویورک تایمز یه عکس بگیرم، فقط با یک نفر توی یه اتاق طرفم. اما برای عکاسی مد با یک گروه بزرگ طرفید. طراح گریم و آرایش، طراح مو، لباس، تولید کننده ها، یک تیم بزرگ. همیشه این تنش بین حقیقت و شخصیت فردی که ازش عکس میگیرم با تصویری که من میخوام ازش بسازم و مهر منو داشته باشه توی کار وجود داره. کار توی استودیوی عکاسی و نورپردازی رو دوست دارم، ولی عناصر واقعی دنیای بیرونی هم برام خیلی جالبه. اینکه بتونی فضای بیرونی رو پیدا کنی که با حالت روحی و رنگ و لباس مدل تطابق داشته باشه، اینطوری حس آزادی بیشتری داره. چهره هایی رو دوست دارم که بی عیب و نقص نیستند. لباس هایی رو دوست دارم که توشون اغراق وجود داره. دلم میخواد که یا خیلی پیچیده باشن یا اینکه سادگی کامل داشته باشن. همیشه در کنار عکاسی دیجیتال چند حلقه عکس آنالوگ هم میگیرم. چون دیجیتال خب عرفه، اما عکاسی آنالوگ کاریه که دوست دارم. خیلی متفاوته. به اندازه دیجیتال صاف و براق نیست. بافت و ماده داره و چیزها رو تو مقیاس دیگه ای میبینی. به نظر من سبک و زیباشناسی عکس باید واقعی باشه تا عکس خوبی از آب در بیاد. خب من یکم رنگ و سایز رو تغییر میدم و عکس رو یکم تر و تمیز میکنم، ولی بیشتر از این کاری روی عکس نمیکنم چون فکر میکنم که بد میشه.